ببینید این سایت رو من طراحی کردم، خوب گوش کنید، برای یک شرکتی الان روی اینترنته، مثلا www.mehrtrade.com که آفلاینش هم بهتون دادم، رو هارد دارید. پایین این سایت یک دکمه ای هست که وقتی میزنید یه سایتی باز میشه به نام Persian Stat. Persian Stat چی کار میکنه؟ یه سرویس رایگان میده. ببینید چقدر این سرویس جالب. اولی ببینیم چی کار میکنه، بعد میخوایم تو سایتامون بذاریم این آیکون. اولا این گوشه تبلیغ میکنه برات، این کل درآمدش از این که ما اینو میبندیم. میاد میگه که این سایت تعداد بازدیدها در پربازدید در بهترین روزش، دیگه پربازدید کننده ترین روز 505، روز گذشته 145 نفر، امروز از صبح 13. تاریخ هم زده همیچی. میای اینجا نمودار بهت میده، انواع نمودارا رو بهت میده. میای اینجا آمار تک تک روزهای بازدید تو میده. این تو میتونی چی بفهمی؟ میتونی بفهمی مثلا اگه فلان گالری رو زدی، رفتی تو روزنامه آگهی دادی، آیا اون روزنامه بازخوری داشته، مردم اومدن یا نه. هرچی این آمار بازدید میره بالا، گوگل امتیاز بیشتری میده، تو سرچ سریع تر میاد. اینجا هم نشون میده امروز کاهش، دیروز ببینم، دیروز اینا یه کاری کردن، شنبه ها اصولا توی کشور اینجوریه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه همه میرن تو سایت ها، نمیدونم حالا چرا، ولی این سه روز ظاهرا بیکارترین روزهای کشوره. بعد از سه شنبه و چهار شنبه کار پیش میاد، دوباره پنج شنبه تعطیل با جمعه تا هفته بعد، یعنی هفته در کشور دو روز کار میکنن اصولا. در صورت اینجا داره آمار بازدید میده. خب حالا ببینیم پیچیده تر، گزارش از موقعیت جغرافیایی، ببینیم از چه کشورهایی به ما اومدن این سایت رو دیدن. بعد آمار اکسپورت اکسل هم میده که ببری مثلا روش فرمول تعریف کنی و داشت. ببینید داره میگه ایران اولیشه، بعد چینه، بعد روسیه است، ببخشید بعد از چین آمریکا و این قسمت کاناداست، بعدم هندم هست، استرالیا هم بازدید داشت. در واقع این بر اساس رنگ ها تفکیک کرده و اینجا آمار تعدادی داده، میگه ایران، آمریکا، مثلا چین داده تعداد میده. شما اون وقت میتونی بفهمی که حالا یه چیز خیلی جالب تر، نحوه ورود بازدید کننده. میخوایم بدونیم بیشتر از طریق ایمیل ما رو پیدا میکنن یا گوگل، از کجا؟ نگاه کن، میگه اولا صفحه ایندکست 378 بار وارد شدی، ولی ایندکس فارسی مردم بیشتر وارد شدن. خیلی جالبه که صفحه‌ای که شما مردم به هم فرستادن ایندکسه بوده، چون آخه این شرکت لیست قیمتاشو میذاره صفحه اول، برای همین همه اونو برای هم میفرستن. ضمناً خودشون هم رفتن تو سایت خودشون دیگه، کارمنده اونم باید داشته باشه. بعد با جستجو در موتورهای جستجوگر 647 مرتبه، که اینا چون طرف اومده چرخیده تو سایت خودش کم کرده، گفته در از 627 نفر اومدن، سفر رو چند بار باز کردن. به واسطه سایت های دیگر، کسایی که اومدن تو سایت دیگه این آدرس گذاشتن مثل گوگل، میگه 5347 نفر تا حالا اینجوری بود. کسایی که آدرس سایت رو مستقیم تایپ کردن www.mertrade. mertrade.com. بعد میخوام یه همین کار بکنم. بعد حالا اینجا صفحه هایی که افراد ازش اومدن 48 بار از این طریق اومدن، از mail.google، یعنی اینا یه ایمیل تبلیغاتی با گوگل فرستادن، مردم رفتن تو ایمیل گوگلشون کلیک کردن، رفته توی ایمیل اونا تبلیغ رو باز کرده. نگاه کن مثلا یک نفر از اینجا اومده، در واقع داره آدرس میده که چه وضعیه. حالا بریم سراغ شرکت مهرترید.
آشناشیم با کارش، روش کارش و اینکه ما چیکار. این سرویس رایگانه، یعنی شما میتونید تو سایتت بسید. ببین مهر ترید و هوم پیجش رو زدم، میگه که پربیننده ترین سایت ای داش پدیانه، بعد پی سی ورده، بعد اینه. ببینیم این چیه که مردم همه میرن اینو میبینن. در واقع این شرکت اومده اینو گذاشته تو سایتش، تا الان 3,401,000 نفر رفتن اینو دیدن. ببینیم این چیه. و خیلی جالبه که شما میتونید ایده بگیرید، ببینید چیکار میکنن مردم که سایتشون پربیننده است. اصلا میتونی از این بفهمی مردم ایران الان به چی علاقه دارن. نگاه کن، گوشی بله گوشی موبایل. مردم توی ایران در واقع همه عاشق گوشی موبایل هست. این پر و قیمت هایی میگیرن، اونم تازه این موبایل. من نمیم این چیه، نوکیای 37. بعد ببینیم مردم چی دوست دارن. پی سی ورد، دانلود نرم افزار رایگان. مردم ایران دزدانی هستن که اگر جایی چیزی رایگان باشه مامست. دیدین مثلا یه کاسه آش میدن چجوری صف میکشن؟ یا مثلا استادی اومده یه سری سی دی آموزشی داره که تو چیز چه همه اینجا فلش رو ایدار بیارن. ببین فقط هم حول تنبلی، نگاه ویرایش و روتوش تصویر، یعنی یه نرم افزار پیدا شده که یه ذره کار راحت کرد. این هم که مال ویروسه. و نهایتا وبسایت جان دادم جلسه دوم. شما ساعت بوده 11 اومدین اگه یادتون باشه. شیشم وارد پشن استات میشم، لازمه که یک نام کاربری جدید بسازیم چون اصلا عضو اینجا نیستیم. برای کاربری جدید لازمه که اسممون رو اینجا وارد کنیم. خب اسم دلخواه هست، فامیل اگه مردید مرد، اگه زنید زن، اگرچه مرسوم مرد و زن میزنن زن و مرد. آدرس ایمیلتون رو میدیدین، خیلی مهمه که اگه مشکل پیش اومد پیشن استاد براتون کپی کنه. نرگس کاشف بهتره ایمیل غیر سایتتون رو بدین، یه ایمیل یاهو یا گوگل که اگه مشکل برای سایتتون پیش اومد حداقل از طریق اون ایمیل هایی که شخصی نیست مشکلی پیش نیاد. نرگس کاشف زنه. اوکی خب کلمه کاربری رو وارد کنید، یه پسورد مجلسی بزنید اینجا. معمولا پسورد 6 کرکتر و ترکیبی از اعداد و حروف باید باشه، کمتر از اون باشه پسورد ضعیف. شما میتونید حتما شماره شناسنامه‌تون رو بدین و پلاک خونه‌تون، چون به عقل هیچ کس نمیرسه. ما که از دانشجو بیشتر از این ندیدیم. خب دوبار باید کلمه عبور بدید، یه پسورد مجلسی میزنید و بعد میرید سراغ کشور. بابونگه نیست ایرانو داره. خب منطقه زمانیمون هم میشه GMT. مقرراتش هم میخونین، حق انتشار فلان محفوظ است، کار غیر مجاز نمی کنی، مطالب بالا رو قبول دارم، سابمیت. وقتی که این تموم بشه بهت یه چند خط برنامه میده. جیوف درست شد، میگه که اسم سایتتو بده. خوب گوش کن، میگی که برای اینکه درست بدی بهش سایت تو این بالا باز کن، www نرگس کاشف، اینو کپی کن، کنترل سی، بیا اینجا پیست کن.
دیگه نمیخواد تایپ کنی. حتما این درسته، کپی پیست دیگه، درسته. عنوان سایت می نویسی مثلا، ایشون گرافیسته، مثلا می نویسی گرافیک، مثلا می نویسی طراح گرافیک. این اینجوری توضیحات، هر چی توضیح بیشتر بدی بهتره، ولی مثلا چند خطی راجع به کاری که این سایت میکنه توضیح بده. که ما اینجا می نویسیم الان سه نقطه. موضوع سایت چیه؟ موضوع سایت عمومیه، ازدواجیه، شوخیه، تجاریه. بابا کو تجاری نداره؟ تجاریه، یعنی ایشون باید در موتورهای جستجو زمانی که کسی میخواد کار سفارش بده بیاد. ایران هم که به نمایش نتایج به وقت ایران. اینجا میگه نحوه نمایش، میگه میخوای خصوصی باشه یا عمومی. اگه خصوصی باشه باید یوزرنیم پسورد بزنه که داره دیگه الان، یوزر نام کاربری و پسورد، اون وقت بهش گزارش میده. اگه عمومی باشه که میزنه، ما میذاریم عمومی. اینا هم میخوای کدوماش میخوای خصوصی کدوماش؟ مثلا ممکنه بگه بازدید روزانه‌ام خصوصی فقط به خودم بده، باقی رو به همه بده. یعنی وقتی که میخواد اون گزارش باز شه میگه نام کاربری رو بده. خب حالا ما میزنیم ارسال. خوب نگاه کنید، از اینجا بعدش خیلی مهمه. این توضیح میده، میگه آقا اینو کجا بذار. میگه اینو اون جایی باید بذاری که قراره کارت باز شه. اینو کپی کن، فعلا این سفرم باز نگه دار. کنترل سی. میریم کجا؟ میریم توی دریم ویور. همینجا که این داره تیک میخوره، دست موس اینجاست دیگه. خیلی داخل کد کنترل وی، ببین پیست شد خودش اتوماتیک. این تا کنترل وی زدم اومد. اگه آنلاین باشی عکس اون آیکونه رو الان بهت نشون میده. میریم تو حالت دیزاین، حالت لایو. اگه آنلاین باشی باید آیکونش پیداش سر کلش. اینجا اومد، تموم شد. این آیکون در حالت آفلاین ممکنه نیاد، باید تو اینترنت باشی تا بیاد. یک، دو، کارم نمی کنه تو آفلاین، تو اینترنت کار میکنه. سایت رو سیو میکنیم، کنترل اس. دیدیم ویور بیاد پایین. اینجا رو پاک میکنم، توی هنوز توی کیوت اف تی پی هستیم. پاک میشه الان. خیلی خوب، بریم جلسه هفت، سایت جدیدمونو بفرستیم این بالا. خب حالا میریم چک میکنیم. نرگس کاشف رفرش سایت ایش، پایینش آیکون اومده. حالا میذاریم روش. الان یه پنجره باز میشه. یه دونه هست دیگه، خودمونیم. بفرمایید. ببین نام کاربریش باز شد. متوجه خروج رو بزنه دیگه این باز نمیشه. متوجه، چون قبلا من تو این بودم خروج نزده بود. خب ببین میگه شما یه دونه بازدید داری امروز که خودتی. حالا میتونی با روشایی که توی تبلیغات مرسومه، مثلا نرم افزاری هستش که سایت تو به همه ایمیل میکنه با از طریق یه عکس بامزه. رون عکس که میزنن فکر میکنن بزرگ شدهشو ببینن، در واقع دارن رو سایت شما میزنن. نه، یه روزی بهتون یاد میدم اگه خواستین که چیکار کنین سایتتون آمارش بره بالا. باشه همین الان یاد بدیم، وقت زیاد. خب اینم از پرشن استات تموم شد، اینا رو ببندیم. خب حالا وقتشه که این صفحه باز میشه، این کد رو به شما میده. شما اینو
کپی پیست میکنی طبق معمول کنترل سی توی آمستر کنترل وی باید آنلاین باشین دیگه درسته؟ یه چند لحظه صبر کن. آیکونی رو به شما میده که هر موقع که سایتتون رو FTP کنید بذارید روی اینترنت، این آیکون باز خواهد شد. من اینو بسیار میارمش، میذارمش یه جایی که معمولا میذارن وسط پایین یا وسط یا گوشه پایین، یه جایی که به هر حال مربوط شماست دیگه، ولی باید توی آمستر باشه و همه صفحه ها دارنش. این اتوماتیک میفهمه که مثلا یه نفر وارد شده چند سفر رفته، این میفهمه. اینه که شما چه اینجا بذارید چه توی مثلا یه صفحه خاص فرق نمی‌کنه. توصیه من اینه که تو مستر ها بذارید، طبیعتا باید توی بی مستر هم بذارید چون شما دو تا مستر دارید. حالا سایتتون رو آپلود میکنید، مثلا من این کار رو کردم، یعنی میذارمش روی اینترنت عنوان مثال همین سایت CLSP که طراحیش کردیم الان روی اینترنته. این زیر آیکونش هست، هر وقت بزنی رشن استات باز میشه و اون اطلاعاتی که شما میخواین رو بهتون میده. اونطور من منوتش کردم به پسورد، یعنی فقط من میتونم ببینمش. این کارم به خود معروف توی تنظیماتتون میتونید انجام بدید، توی مشخصات من تنظیمات برقرار ساده است، آقا اطلاعات رو فقط من بدید و اگه من پسورد رو میذارم و بزنم فقط من میبینم. اینم از این پرشین استرز. نمونه‌های خارجیش هم هست، فقط ایرانی نیست، که مجانی به شما کنترل میده، شما رنده میده.